ندارم ات به حقیقت که در جهان بکنان، ندارم ات به حقیقت که در جهان بکنان، جهان هر چه در او است صورتند تو جان، الله الرحمن الرحیم. برای شادی روح مطهر و مقدس جامع الشریعت و طریقه المتخلق به اخلاق الحسن محبوب اولیاء الله حضرت آقای حاج علی تابنده محبوب علی شاه قدس سره العزیز الفاتح. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 12 فروردین 1389 بود که فردا 13 فروردین رو عرف مردم به نام 13 بدر میگوید. این مسائل مسائل اعتقادی نیست که نام خرافات برش بذاریم. بله، اگر اونها رو بر خودمون حاکم کنیم بر روحیمون خرافاته، برای اینکه هیچ چیزی بر ما مسلط نباید باشه جز امر الهی و یا غیر از اون یه عادات و رسومی سرپایی هست و اینجور عادات و رسوم و اینجور حرف ها در بین مردم از قدیم هم بوده. در این که در قدیم، در عرب قدیم به قدر از پرواز اولین مثلا پرندهی که می دیدن تفعول می زند جد می گرفتن. ما از هر چیزی ممکنه دیوان شافعی تفعول می گیریم. البته از دیوان عبید زاکانی تفعول نمی گیریم یا دیوان ایرج مرزا، ولی از دیوان حافظ چون همه شو در واقع هم روحیه ما بوده یا دیوان سعدی تفعول می گیریم. این رد مسئله اعتقاد نیست، احترامی است که به اون شخص می گذاریم
و ارتباط معنوی خودمون رو با او تقویت میکنیم در واقع به این طریق. در عرب این است که لغت تطیر از همین طایر در عربی متداول شده، یعنی فال بد زدن، که پرنده از این ور پرید اون ور یادیم اینا. البته زیاد مقید بودن بهش صحیح نیست. در شرحال آقای صالح علی شاه هم در یادنامه نوشتن و من از خودشونم این شنیدم، فرمان یه سفر میخواستیم بریم. خب معمولا سفر ها میفتن فردا نرید شده پس فردا برید اینا یا جهادی، خب فرقی میکرد برای نه با خاطر اون. ولی در مدرسه که فقرا بودن اینا همه من گفتم که خیال سفر داریم، ماه سفر است که میگویند سفر کم کنید، قبل از 13 سفر که میگن تا 13 سفر صبر کنید، روز دوشنبه رو به این طرف مثلا شماله که میگن در این روز نباید باشم، همه اینا رو میگن ولی ما میخوایم بریم و میریم، شما هیچی نگین که اثر در گفته شماست نه در این چیز. من یه جمعی از مؤمنین یه مطلبی رو بگن این مسئله خرافات و نانیش احترام نظر ادهیست که از قرنها پیش اینجوری فکر میکردن، منطقه اگر خیلی دست و پاگیر باشه لازم نیست اطاعتش تغییر بشه، ولی اگر دست و پاگیر نباشه چه ضرر داره؟ عدل 13 هم حالا این هم مسائله همه جور گفتم اعتقادی و به اصلاح 2 تا 4 تا نیست که بگن عدل 13 نهزه، بی خود میگن نهزه، نه خیر. برای من خودم با علم به این که میگن عدل 13 نقصه، چندین بار کارهای مهمی در 13 در امر به 13 برخورد میکرد انجام دادم، خیلی هم خوب. این منتها اینجا این مسئله پیش میاد که ما در ظرف سال یا بلکه همیشه خطاها، نسیانها، گناهان فراوانی داریم. اینا همه اون محاسبم حسابگر هم که حساب میکنه اینا رو همه رو حساب میکنه. ما خودمون بشینیم حساب کنیم که امروز 12 روز از سال جدید گذشته. سال جدید گفتیم من خداوند گردش افلاک و اینها رو به نحوی قرار داده که یه دوران نوینی میخواد شروع کنه. ما در این دوران نوین که میخواد شروع بشه میگیم روز آخر دوران گذشته، یعنی 12 میشینیم حساب خودمونو میکنیم. البته یکی از عرفای بزرگ حارس محاسبی اصلا به همین معنا اسمش محاسبی مشهور بود، همیشه صحبت حساب میکرد و از خودش حساب میگرد. وقتی این حساب میکنیم
میخوام انشاءالله از فردا یه نور دوران نوینی داشته باشم. فردا که شد اون 13 که به ما به ارث رسیده از 12 اون 13 رو میخوایم ترد کنیم و یه 14 بگیریم که برای ما شیعیان بخصوص یه حالت تقدسی هم دارن. بنابراین این هیچ ربطی به چیز نداره، ربطی به مسائل معنوی و دینی و اینها نداره و یه عرف مردم است که اگر با این حساب ما روز 13 نحوست اون شدت دامنگیر ما بوده در ظرف سال این رو رد میکنیم و یه دوران جدیدی رو به عنوان 14 قبول میکنیم. این به هیچ وجه نه مسئله خرافات نه مسئله چیز تطیر و تفعول هر دو هست. منتها چون فرمودن تطیر خوب نیست ولی تفعول خوبه، یعنی فعال نیک زدن. همین که فرمودن فعال نیک زدن یعنی چه؟ یعنی از جهاتی که ظاهرن با هم ارتباط ندارن شما بوی امید به خداوند درک کنید. ولی تطیر که یعنی بوی یأس و ناامیدی باشه ممنوعه. البته حالا یه اسمی هم گذاشتن رو نمیدم روز چی فلان، خب عادات و رسومی هم که براش گذاشتن بد نیست. مردم رو به اصطلاح به قرآن توجه میده چون یه رکنش قرآن میذارم. سین هم چندین سین سعادت، سلامت اینها هست که از خدا تقاضا میکنه. بنابراین امروز در واقع آخرین روزی است که ما تبریک میگیم، مجددم سال جدید رو تبریک میگم. انشالله فردا همه نحوست های ما بریزه و همه برکت ها و میمنت ها بیاد. جهت پیدا شدن این و این اعتقاد زیادی که مسیحی ها به این دارن اعتقاد نیست، به عمل اعتقاد عمل این است که حضرت عیسی علیه السلام 12 حواری داشت، حواریون دوستانش بود. یکی از حواریون به نام یهودا بود. در شام آخر که یه تابلو نقاشی هم هست و نوشت شام آخر بود که در واقع حضرت به عنوان خداحافظی و وصیت همه رو خواستند و صحبت کردند که در همون جلسه شمعون پتروس جانشین حضرت اعلام شده بود. خلاصه گفت که من ایمانم خیلی محکمه و هیچ ابایی هم ندارم از این که بگم. حضرت برای اینکه او را از این اطمینانی که ممکن بود شیطانی باشه در آورند فرمودن همین تو فردا صبح تا قبل از خروس خان، یعنی قبل از اینکه خروس صبح بخونه، 3 منو انکار خواهی کرد. این بهترین به اصطلاح شاگرد بود. از اون طرف شاگرد دیگری، حواری دیگری، یهودا، همه جمع شدن او نبود. یه مدتی منتظر شد نیفت. بعد اون آمد و رفت جلو
صورت حضرت بوسید بوسید برشد حضرت رو که معلوم شد قبلا این گفته بود پولی گرفته بود که حضرت رو نشون بده و گفته بود هر که رو من بوسیدم همون عیسی رفت و حضرت رو بوسید خب این دوتا اولا مثل هم بودن اینا که اومدن بگیرن یهودا رو گرفتن خود یهودا رو این روایت ما مسلمینه خود یهودا رو گرفتن هرچین گفت من نیستم مسیح اونه باور نکردن همین رو گرفتن بردن که اعدام کردن البته مسیحی ها میگن نه این آمد و بوسید حضرت عیسی رو گرفتن و اعدام کردن اینه که جمعیت اونها در اون شام حضرت عیسی علیه السلام و 11 نفر حواریون بود 12 نفر نفر 13 که آمد خیانت کرد نفر خائنی بود این از که 13 برچند اینا این مسائل اعتقادی نیست اعتقاد به اون داشته باشن سایی نیست رسم است عادته حالا منم تبریک میگم و انشاءالله سال جدید رو به خوبی شروع کنیم با ریزه و پوزش از خداوند و رحمت خداوند شروع کنیم برنامه فرمایشات حضرت صالح علی شاه که در پند صالح جمع شده و هم اکنون هنوز هم برای ما معتبر و لازم الاجراست سب و لعن هم گفتیم احترام محترمین و محترمین ظاهری را محترم بدارید و در هر مرتبه حفظ مراتب نموده اسباب تأیید حسد و عداوت نشوید و در سخن گفتن با هر کس باید مطلب را به الفاظی که طرف مأنوس است و به سلیقه او گفت که ناگوارش نباشد و از حق گریزان گردد که انسان دشمن چیزی است که نداند و در پاسخ پرسش ها آنچه یقین بدانید و در اثر گفتن و در اثر گفت در اثر گفتن مطمئن باشید بگویید و الا مراجعه به داناتر دهید احترام محترمین به این معنی است که بر مبنایی که همه مردم گذاشتن البته همه مردم رو ما نمیتونیم تمام جمعیت ایران رو بشمونیم بگیم همه شون اینجورن یا نه اون چه که فهمیده میشه به اون رسم و به اون مقرراتی که مردم گذاشتن رسومی گذاشتن احترام بذاریم بنابراین در اون چه کسی که در جامعه از یه جهتی مورد احترام دیدن به اون هم احترامی در خورشن خود اونا بذاریم مثلا در مملکت ما الان به فوتبالیست احترام میذارن به استاد دانشگاه هم احترام میذارن به رهبر روحان رهبران روحانی هم احترام میذارن ما نباید در مقابل این احترامی که اینها میگذارن سب بلند و حتی ضد احترام به کار ببریم
باید با هر کسی، هر یکی از محترمین که بهش محترم، مردم احترام میدارن، در خور شأن خود او، در خور شأن جهتی که مورد احترام او شده، ما هم رعایت کنیم. و حتی اگر صحبتی، حرفی هم میگیم، با رعایت همین احترامات باشه. البته این فرمایش نه برای ریاکاری یا ظاهر سازی است، نه، به این معنی که یه عده یک به مناسبت به یک نفر احترام میدارن. ما اگر لازم نیست احترام بذاریم همونجور، ولی اگر به احترام رو رعایت نکنیم، اون احترام اونا رو و خودمون خیلی بی‌محابا حرف بزنیم، این در واقع به اعتقاد مردمی که به او احترام گذاشتن و از یه جهتی او رو برتر دانستن به اونا توهین کرده. کما این که در مثلا رادیوهایی که الان در دنیا صحبت میکنن یا وسایل رسانه های جمعی، بعضی رسانه ها، بعضی اشخاص عادت دارن خیلی با ناسزا و لغات زشت از دیگران نام ببرن. و حال اون که هر کسی، هر انسانی در درجه اول مصداق ولقد کرمنا بنی آدمه، چون بر بشری بنی از بنی آدمه، خداوند میگه ولقد کرمنا بنی آدمه، خود این انسان را به عنوان انسانیت محترم شمرده. جهات دیگری اگه برش اضافه بشه، در احترام که الهی خداوند مقرر کرده تقویت میشه. اگرم چیز نشه، اون احترام در واقعیت از بین میره، ولی برای دیگران، برای که نمیدونن و نمیشناسن اونو، به هر جهت به اعتبار همون ولقد کرمنا بنی آدم باید احترام گذاره. وقتی هم که صحبت میشه، مطلبی گفته میشه، باید به زبانی که خود طرف آشناست گفته بشه. شما اگر با یه طلبه علوم دینی صحبت میکنید، تمام میتوانید در اصطلاحات فقهی، اصطلاحات اصولی و آیات قرآن استفاده ببرید. اما به یک نفر که در این رشته ها نیست، درسته کلمه که صحبت کنید مورد نفرت او واقع میشه. و این حتی چیزید خب در کشور هم، در چیز هم دیده میشه. به قول اون محقق ایرانی میگه دفاع بد از کردن ضررش بیشتر از حمله. یکی از موارد دفاع بد، بد بودن دفاع، این است که با یه کلمات بی‌معنی گفته بشه. این است که فرمودند که به یه کلمات محترم، کلمات سید و به بیانی که مخاطب میفهمه و بدونید که این حرف هم درش اثر میکنه. اینها را اگه دونستید، اون چرا که خودتون یقین دارید میتونید بگید، و الا حتی اون چه دیرم که یقین دارید نگید. مسائل دیگری رو که یقین ندارید ولی خب شنیدید چیز دارید، اون رو به دیگران واگذار کنید، یعنی ارجاع بدید او رو که از دیگری بپرسید. که این داستان
جهتش هم همین داستان زمان حضرت جعفر صادقه که بارها صحبت شده. حضرت فرمودن با اینها مهاجنه مذاکره نکنید. خوب این برای این بود که اینها شیعیان می گرفتن به صحبت و یه حرف هایی ازشون در آید می آوردن. نمونهش هم الان در دوران امروز هم دیده میشه. یه حرف هایی در می آوردن و به قول مشهود در سگ دنبک می کردن علیه امام یا علیه شیعیان. اینه که در جلسه عمومی که همه بودن اینه فرمودن. فردا یکی از شیعیان رد می شد در خیابان دید که مطاق یکی از صحابه خیلی خاص و نزدیک داره با کسی حرف می زنه. آمد جلو ربطه به مطاق همه احترام می داشتن. سلامی کرد بعد گفت مگر شما دیروز نشنیدید که امام فرمودن به همه حاضرین فرمودن که با اینا بحث نکنید. گفت چرا شنیدم دی بودم. گفت پس چرا بحث میکنید؟ امام مؤمن تاقدش پرسید امام به تو هم دستور دادن که من نصیحت کنی؟ گفت نخیر. گفت پس برو پیکارت. یعنی به کلماتی که مؤثر باشه اون شخص نمیدانست ولی مؤمن تاق مسلط بود و بهش اجازه داده بوده. اگر غیر از این صورت باشه طرف از حق گریزان میشه. کما اینکه الان بسیار عملاتی که در دنیا به اسلام میکنن از این جهته. و انشاءالله ما با رعایت این دستور در این خطا شریک نباشیم. ایستاد
پرده رو دزدیده گوشی می کند. دیگه سودا میپذیم و آتشی در جان ما اصحاب دنیا سر به سر کین همه رندی چرا این خرق پوشی میکند خدا از بیان آن معانی چون عبارت قاصر میر سرمستان بیانش خاموشی میکند. نعمت الله شام می بر دست و می گردن مدام هر زمان میلی به سوی باد نوشی می کند.
بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد خانم، تو ساعتی ننشستی، تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی.